با سلام درود احترام خدمت هموطنانم، امروز خیلی خوبی است، تولد امید ایرانیانه، امیدی که در این 40 سال موند و این نور و امید در دل مردم ایران زنده نگه داشت. ایشون و مادرشون، مادر گرانقدرشون، مادر کم نظیرشون، وجود اینها یک نعمت بزرگ خدایی بود واسه ملت ایران و کشور ایران و خاری بود در چشم کسهایی که میخواستن کشور رو برگردونن به قول خمینی دجال، جنایتکار، خونخوار، که میگفت 20 سال طول میکشد تا مملکت به وضع اول برگردد. وضع اولش کی بود؟ صفویه بود، قاجار بود، کی بود؟ خلاصه این آرزو رو به گور برد و بقیه هم به گور میبرند و این شبان روز هم دارن تلاش میکنن این شبکه رو درست کنن، اون شبکه رو میارن، دارن جون میکنن و این آخر کار شماست. ولی شاهزاده موند، خدا نگرش داشت. شهبانو فرح موند، خدا نگرش داشت. تا این ملت به امید زنده است، انسان به امید زنده است، تا این امید رو ببینه و داشته باشه و بدونه. چون ایشون فرزند کسی است به نام محمد رضا شاه پهلوی و نوه رضا شاه کبیر. 800 سال تاریخ مرور کنید، قبل شما نمیدونید زیاد. 800 سال اخیر مرور کنید، این یک خورشید میدرخشند کاراشون تو این حدود 50 سال. کارهایی که کردند، زمینی که کارهایی کردند، هیچ، الگو شدن، یاد دادن برای نسل‌های بعد چه کارهایی رو بکنند. و اونهایی که دین و مستمسک خودشون کرده بودن، اونهایی که دین و وسیله سودجویی خودشون و خیانت و جنایت در حق ملت کرده بودن، داره دستشون خالی میشه. جدای دین از سیاست، جدای دین از سیاست یعنی برید بمیرید، تموم شده هستید، باید کار کنید. کشور کشور مفتخورانی است، بس کنید. 600 هزار آخوندی کشور میخواد چه کار کنه؟ بگید چی کار کنه؟ از جیب کی میخورید؟ از جیب ملت؟ باید کار کنید، شما مفتخورا بخورید؟ 600 هزار آخوند هستید، هر کنید باید 5-6 تا خلاصه بدتر از خودتون هم گذاشتید، میشه 2-3 میلیون. ولی خوشبختانه خیلی از بچه های شما آگاه و عاقل شدن، نفهمیدن. دنیای مدیا خیلی کمک کرده. در نهایت روز تولد ایشون، روز تولد ایران مجدد هست از نو، بعد از این 40 سال خرابی ها و این جنایتی که تمام دنیا با هم کردن، خیانتی که تمام دنیا با هم کردن، دست به دست هم دادن. هر کشوری بگه من نبودم دروغ کلان گفته. همشون پشت قصه با هم بودن و امیدوار بودن با رفتن شاه اینا بتونه از این کاسیلیسی ها بکنن و یک کشور با این منابع عظیم معدن، نفت، گاز و این نیروهای عالی با قیمت پایین بهره برداری بکنن. یه مقدارم کردند. یه زندان بزرگی اینجا. زندان بزرگی است که نیروها رو مغزا رو بردن کشور دیگه ازشون سوء استفاده بکنن، بهره برداری بکنن. تقریبا کردن، اما باز برگ بلند دست ماست. چرا؟ چون برمیگردن کشورشون. این عقاید یونگه، همه برمیگردند بدون استثنا، برمیگردند برای که اثری از خودشون بذارن، اثر مفیدی از خودشون بذارن. این روز به همه ایرانیان مبارک هست بدون بر برگرد و خیلی از گروه داخلی فراخوان دادن واسه این روز بیان بیرون ساعت 6 بعد از ظهر. هر کس در هر جای ایران هست، هر کسی صدای منو میشنوه، هر کسی فراخوان رو میبینه، در حد توانش یک قدم برداره. به قول قدیمی ها یک نخود توی این آش بندازه، با یک بو، با یک چراغ روشن کردن ماشین، با یک کاری که روزا میکنن، شاهکاری که میکنن، شکر تقسیم میکنن، شیرینی تقسیم میکنن، به هم تبریک میگن، به هم لبخند میزنن. این یک آزمایش بزرگه و این کارتون وحدت ایجاد میکنه. تولده، تولد خود ماست، تولد کشور ماست. خب خدمت شما هستم که آقای ترامپ و دار دستش و این اروپایی های کاملا خود باخته و عقب افتاده و عقب مونده. دوستان ببینید، من صادقانه بهتون بگم، من با اروپایی زیاد کار کردم. میتونید خونه اروپا هستن، میتونن تایید بکنن، میتونن بگن نه اینطور نیست. یک تصمیم میخوان بگیرن اروپایی ها
اگر ما ایرانی ها ظرف چند ساعت تصمیم میگیریم یا چند روز، اونا ظرف چند ماه تصمیم میگیرن، در نتیجه به این خفت و ذلت افتادن، اشتباه زیاد دارن، اشتباه زیاد میکنن، چون آی کیوشون نیست. شما ببینید، من هفته لااقل 2 ساعت تا 3 ساعت بعضی وقتا درو مخفی نگاه میکنم، درو مخفی که هست، از کشور کانادا نگاه میکنم تا پرتغال تا ژاپن تا چین و کشورهای مختلف به اروپا و امثال هم درو مخفی میبینم. درو مخفی نشان دهنده توان و اکثر عمل افراد در لحظات بحرانی هست. دیدید چقدر شوک میشن؟ مثلا سس داره میاد، های این اینور بر کن، اینقدر شعورش نمیرسد انگوش رو سوراخ سس نیاد بیرون. اینا نشان دهنده توان این هاست. اکثر کشورها هم دارن میبینیم، زمینی که ماهیت پشت پردهش رو نشون میده. شما ما رو روسیه رو نگاه کنید، دور مخفی هاشون اصلا شعور ندارن، کار عجیب غریب میکنن که خیلی هم اصلا ناصر عضو میشن، خیلی ها اصلا برای اون فلج میشن، خیلی ها داغون میشن، های هرکره کنن. پس این شعور نداره. یا مثلا ما رو ژاپن رو ببینید، چقدر کار خطرناک میکنن، کره چقدر کار خطرناک میکنن، وحشتناک که شوخی میکنه. پس دور مخفی های اینها نشان دهنده اون پشت پرده پنهان جامعه است و خیلی مسئله دیگه از همینجا نشون دهنده است. مال آلمان شما ببینید، باید یارو حداقل 15-20 دقیقه یک چیزی رو بگه، شروع کنه تعریف کنه، بعد بیاد، بعد یک شو اجرا کنه، از آخرش هم بگه دور مخفیه. کارشون بد نیست، اما میخوام بگم با اصلا نمیتونن هضم کنن، نمیتونن تطبیق بدن خودشون، خودشون تطبیق بدن. و این یعنی که آی کیوی پایین، تصمیم گیری سخت و کند، خیلی دیر، خیلی دیر. اصلا تصور دیگه نمیتونم کنم، ولی که ما میدونیم تعریف از تعریف از خودمونم نیست. ما ایرانی ها تفاوت داریم با این روی قضا. این دور مخفی رو به حتما وقت کردیم ببینیم و بشناسی جامعه جهانی رو. آقای ترامپ فهمید که اروپا نمیتونه تصمیم بگیره، آمد و دوباره به ملاها چراغ سبز داد، ما حمله نمی کنیم، ما نمی زنیم، ما نمی کشیم. اما بعد از جریان هایی که اتفاق افتاد توی 2-3 ماه اخیر، دختر آبی سحر و مسائل دیگه و تو استادیوم ها بایکوت کردن ابزار ترابی ها و این کامنت ها و این مسائل و اینها، فهمید که حکومت هیچ پایگاه و جایگاهی نداره. زمینی که حکومت که می گفت من با آمریکا، می گفت من روسیه اینجوری، من اونجا پشت قصه دارم میام، دید که الان تو عراق و سوریه هم که و لبنان به خصوص، دید که هیچ پایگاه جایگاه نداره. و میخوام به نیروهای انتظامی بگم، به تتمه بسیج بگم، به تتمه سپاه بگم، دیدی چی پشت نیروهاشو تو عراق خالی کرد، رفته یمن و رفته سوریه که بتونه 4 تا موشک به اسرائیل بزنه، شو اجرا بکنه دوباره، باز پولی ملت بره خرج بکنه، به جز اینکه پولا رو بردید به درک. ولی میخوام بهتون بگم، دیدی چیکار کردن تکتیر اندازا رو؟ 100 برابر این بدتر سر شما ها میارن مردم، همه تو شناسشون هستی. حالا یارو تکتیر انداز 3 نفر زده لطه پار کرده، بعد گرفتن بردنش پایین زیر لگن، میگه العف. چی شد العف؟ چی تو رو ببخشم بی شرف؟ تو از پول اون مردم تغذیه میکنی، بعد میری گوشه بالا پشون قایم میشی با تکتیر اندازی میزنی؟ حقته یک کشته کرا کشی تا چنین کشش دیزار. حالا نیروی انتظامی حواسشون جمع باشه، ارتش حواسش جمع باشه، سپاه حواسش جمع باشه. شما از این ملت حقوق میگیرید، تغذیه‌تون از این ملت هست، و اون دستی بشکنه که به خود دستان بلند شه، اون دست قطع بشه که میشه دیگه. میبینید حکومت میبینید، اصلا ببخشید هیچی شما حساب دیگه نمی کنه، فقط بره فعلا یمن و اینور و اونور بره، تتمی پورا رو ببره که بتون چیز بونه. سلیمانی برگشت دیگه تو کاش نخواهد بود، یعنی برگشتن باشه، برگشت چیزی که سرش لای پاش باشه و مرگ براش آرزو باشه، رو 100 بار آرزو مرگ کنه، اونجا خامنه‌ای یاد میکنه. ببینید رنسوی دارم بهتون میگم، آن شراب شرط بلاغت از گفتم، خواه پنگی خواه ملال، این این نونی که شما میخورید، این حقوقی که شما میرید مال این ملته. آخونده از سر قبر پدرش میوردن، ارث پدر رو بردن از اینجا، کشور دیگه بردن اینجا، زهر مار میشه به جون خودت و زن بچت. میدونی اون بچه پاره تنه توست، هر بلای سرش به تو مقصر تو هستی، چون میدونی و آگاهانه این کار میکنی. این همین آقای که میگه که ما از حقوق خود از کجا میاری؟ از این ملت میدوزین، از خزانه میدوزین، از بیت‌المال میدوزین. مردم شما رو امانتدار دونستن، گفتن اینا نایب پیغمبرن، نایب امام زمانن، نایب قرآن هستند. بی شرفا.
خب آبروتون رفت. اون دستی قطع بشه که رو دست رو سر مردم خود دست بلند کنه. آمریکا هم دوستان از اینو بهتون بگم حرکت ها که این رزای اتفاق فهمیدن باختن که ترامپ به جایی میرسه، چون ببینید اینا پاسپورت یک مزمان دادن افرادی رفتن اونجا، الان اینها به خاطر که آمریکا و اروپا رو به تصدیم سن ترورهای رو انجام میدن، حالا داعش به جای خود، طالبان به جای خود، القاعده به جای خود، اینها هم میکنن. اینا 2500-600 تا پاسپورت کم زمان اوباما دادن، 2000-3000 هم از قبل داشت. این نایاک و ناپاک اینا همشون دستوری کاس هست. چه کار میکنن؟ یک سری افرادی که گرفتارن، دربندن، بی پولن، مشکل دارن، نیابتی، بعضی مغزشون مغزی میدن، پیش اصلا شب تا صبح شوسی مغزی میدن دیگه، فلان جا آتیش بزن. حالا میگن از کالیفرنیا تو محرمانهاشون گفتن کار ایران، کار گروه های تروریستی ایرانی. بله که هست، چرا نباشه؟ چرا که نباشه؟ یا تروری که اتفاق افتاده به جایی میرسه که ترامپ رئیس جمهور آمریکا که خودش ابرقدرت دنیا میدونه که الان شده ابرذلت، میگه امنیت افغانستان بیشتر از آمریکاست. حقتونه. این بادهای کاشتی نه، درو کنید طوفان ها رو. هنوز کجاش دیدید؟ اولشه. آقای ترامپ یک فرصت بیشتر دیگه ندارید. یک فرصت تاریخی بیشتر ندارید که دنیا ظرف 48 ساعت به آرامش برسه. کلیپش یک دقیقه تا دو سه روز دیگه تقدیم میکنم. یک راهکار بیشتر نداری. یک راهکار. تو و دنیا. وگرنه تموم شده هستیم خودتم میتونی. چه کار میتونی بکنی؟ البته این بدبختی دامن تو رو گرفت. تو رو گذاشتن رئیس جمهور و دیدی که کار هر بز نیست خرمن گفتن. گاو نر میخواهد و مرد کهن که هیچ کم شما نیستید. میبینید دیگه. من چند سال قبل هم گفتم، پارسال هم گفتم، گفتم تو راه رو پیدا کردید و میاد به کمک ملت ایران. تنها کسی که به شما در دنیا کمک میکنه یک شاهزاده پهلوی است، دو ملت ایرانند. شک داری قصه نکنید. حکومت هم فهمید که دیگه ملت پاشید تا هیچ شرایطی. یا برای فوتبال دیدین 40 تا 30 تا 40 تا زن بدبختی بردن که ما مخالفیم با تماشاچی. دنیا اینو فهمید. این اتفاقاتی که افتاد همین هفته آبان دیدی چیکار کرد؟ تمام دنیا، قبلا زیاد دقت نمی‌کردم، تمام دنیا فهمید. ملت ایران نشون داد به دنیا که ما این حکومت مال ما نیست، انتخاب ما نیست. به خصوص اینه که از دهه 40 و 50 و 60 به دنیا آمدن، 70 دنیا حکومت انتخاب اینها نیست، انتخاب تمام ابرذلت ها و کشورهای خائن و دزد دنیا بود که اینا رو گذاشتن. حالا دوزشم مستقیم تو چش خودشون میره، مستقیم مستقیم بدون برو برگرد تو شقیقه خودشون میره. کشورهاشون به خاک ذلت افتادن. اروپا داره با پودر یکی میشه، حقش هم هست. الان این اتفاقی داره اینجا میفته. اینا کم کم عرب ها و سیاه پوست هایی که تو اروپا هستن هم شروع میکنن، آمریکا هم شروع میکنه. خیال نکنید تابوی آمریکا که شکست همش تموم شده است. یک راه داره آقای ترامپ. تا 3-4 روز دیگه برات میفرستم مستقیم دفترت، توییتت، با مشاورانت. تنها راه نجات همینه، هیچ راه دیگه هم نداری. من کلی بخواستم تو تموم کنم خدمت شما ارز کنم که دیدین که حکومتی هم روزا واقعا خودشون باختن، حسابی نمیدن چی کار رو بکنن، چون میفهمن اینا آخون جمال به کسی رحم نمی کن. به جاش برسه این دلغه شده، روشم سیاه کرد، ریشم تراشده، میره تو خیابون جای دوست دشمن نشون بده، باش فرق نمی کنه، فقط زنده بمونه. خب دیگه بخواهم تمامش کنم، 15 دقیقه نشه. این روز مجدد تبریک میگم بهتون. هر کس در حد توانش هر کاری میتونه بکنه. دو تا بوق بزنه، چرا روشن کنه، ساعت 6 به بعد یک آرامش وجدان پیدا کنه، یک آسایش پیدا کنه تو خودش که یک قدم برداشته یا تلاش کنه برداره. طوفان و انفجار در راه. ترامپ خودت میتونی. بعضی وقتا میشه با یک فنجون آب، یک آتشی که دنیا رو خراب بکنه رو جو بگیری، ولی به جای وقت بشه به وقتش بریزی، بره این آب ریخته بشه و این آتش داره دامن خود رو همه رو میگیره. البته ناحقم نیست، مال خودتونه. یه آتش رو شما درست کردید، حالا دید دنیا آتش مس شده دیگه، نه نفت میتونه، هیچ کار میتونه بفروشید. این همه بازی در آوردید، همه حسابات اشتباه در اومد، همه حسابات اشتباه در اومد. چ
چون اینا همش کار غیر اخلاقی، غیر رفتاری، غیر انسانی است. این انسان کره زمین خاصی یه خالقی برای خودشون دارند، یک مراقب برای خودشون دارند. شما فکر کردید نمرود و نمیدونم آتیلا و نرول و اون شداد و امثال هم ها خیلی بودند، تیمور ها بودند، هیتلر ها بودند، ناپلئون ها بودند، کو این روز دوباره مجدد مبارکتون باشه. تبریک من به هم تبریک بگید، هر جا رفتید بگید، با کسی بحث نکنید. تبریک شاهد رضا پهلوی است. بذار خوشحال بشن حتی اونه که مخالفتون بودن قبلا، اونا همشون دارن به نتیجه میرسن دیگه. حکومت راه به جایی نداره، چون این قانون کائناته. کار غیر منطقی توف میشه صورت خودشون. خمینی یادتون رفته با 20 سال توش جنگ مبرنده هستیم، کو خانه مجانی بوده، آبرق مجانی بوده، همش دروغ‌هایی بود که تو دهنشون گذاشتن. بله میبینیم الان خانه های مجانی رو، آبرق مجانی رو میبینیم. دلار 7 و 1 تومانی، 12,000 تومان، میفهمید یعنی چی؟ بنزین لیتر 1 تومن، لیتر 1,000 تومن، بازم لیتر 1,000 تومن، 5-6,000 تومن دارن سوبسید ناچارن میدن، چون نمیتونه چیکار کنه. تمامی زوراشون هم میذارن، تلاششون هم میکنن، دلار رو پایین نگه میدارن که به انتخابات برسند. و اینو خیلی خوبه، به این خاطر که مرتب تخلیه میشن و خسته میشن و ذلیل و زخار میشن و به ذلت تمام میرسن. من 2 دقیقه راجع به زم صحبت کنم دوستان. این که من گفتم دوستان خیلی سوال میکنم، من دیگه نمیخوام جواب بدم. چند تا مسئله سوال که نوشتم، حالا وقتی که ساعت 5-6 بعد از ظهر اعلام شده، شب 23 دقیقه زم میاد و میگه که چطور شده که گرفتنش و اینا رو میخواد بگه، یعنی باش هماهنگ کردن. تا اون موقع هم زنده بوده. خب افرادی که مثلا تو خودشون هستن دیگه، اینها اون افرادی که احتمال میدادن که مثلا از اونها بخواد صحبت کنی، هر چی خواسته، چون زم فشارش میدادن، این خمیر دندون میزد بیرون. خلاصه یکی از اونها که تو خود اینا هم هست، همشون تو هم دیگه هستن، این سوریه که همه گروه ها با هم سر خود دختر خود هستن، یه بلای تو همون چند ساعت سرش آوردند، یا به خود کشیش دادند، یا آمپولی بهش زدن، یه کارش کردن. وگرنه نمیاد اعلام رسمی بکنه که امشب زم میاد، نحوه دستگیریش رو چکار میکنه تعریف میکنه و بچه هم خبری نمیشه دیگه. مسئله زم تموم شده است. مسئله زم یه فیلمی بود، فکر کنم جلوی سازی میکرد، این آردیخ روش فکر کنم شیمیایی شده، بردن خبرنگارا بالا و پایین، از آخر هم انداخت خود شروط کنه و بعد آمد بیرون من زنده هم. گفت یه تو تموم شدی. یا بعضی گفت صدام زنده است. بابا صدام دیگه وقتی تمام شد تمام شد. یا رفسنجانی زنده است. آقا دیگه رفسنجانی تموم زنده باشه است. هرچی باشه. آقای زمم افسار زمم تموم شدند. چند تا مقاله خوبم نوشتم گذاشتم تو قصه. دیگه قصه رو فراموش کنید. اون دیگه زنده باشد، مرده باشد، دیگه یک عباسی به قول معروف نمیارزه. کارش تموم شده است. اون کاری که بهش محور که انجام داد، حالا هم دیگه مهره سوخته است، تموم شده است. حالا چه اتفاقی افتاد من نمیدونم. ایام به کام، روزگارتون خوش. امروز رو هم تبریک بگید. این حداقل کاری است که ما میتونیم بکنیم. خدا نگهدار.